با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و ارادت خدمت شما علاقمندان به ورزش، تندرستی، شادابی و نشاط. باعث افتخاره که در این روزهایی که همگان سعیشون بر این بوده توی منزل باشند، تمریناتی تقدیم بکنیم که باز هم همگان بتونن از این حرکات با ابزاری ثابت و ارزان قیمت، وسایلی که در اختیارمون هست مثل یک زیرانداز در یک اتاق، حرکات متعدد رو تقدیم بکنیم که انشالله بشه به سلامتی همگان کمک شایانی بکنه. این روزها فرصت بسیاری داریم، میتونی برنامه ریزی داشته باشی در منزل، حداقل 10-12 دقیقه به سلامتی خودتون کمک بکنید. هدف برنامه ما سلامتی و پر کردن اوقات فراغت شما در این روزهای کرونا است. بریم سراغ برنامه اول و حرکت اول رو تقدیم حضورتون میکنیم. در برنامه اول گفتم که ما چون فرصت دویدن نداریم، میتونیم در محیط منزل یک سری حرکاتی رو انجام بدیم که ضربان قلبمون بالا بره و بدنمون رو آماده بکنه. از ساده و آهسته شروع میکنیم، به شما یاد میدیم و سپس حرکت رو سریع تقدیمتون میکنیم. خب ازتون میخوام که دستا رو خم شده در کنار بدن نگه دارید، از لوت سینه بیرونه، آرام همزمان که دستا رو به طرف جلو بردید یک پا رو به عقب میبرید. به این صورت یک، ابتدا آرومی حرکت رو انجام بدید تا هماهنگی در بدن شما ایجاد بشه، این حرکت رو آموزش ببینید و یواش یواش که احساس کردید این حرکت رو یاد گرفتید، سازگاری این ورزش در بدن شما ایجاد شد، میتونید سرعتش رو افزایش بدید. توصیه من به شما اینه که حداقل 20 ثانیه این حرکت رو با سرعت انجام بدید و ضربان قلب خودتون یه خورده افزایش بدید. کمی جبران ندویدن و حالا در محیط پارک در منزل رو انجام بدید. ببینید به این صورت حداقل 20 ثانیه حرکت رو انجام بدید. خب بعد از این یک استراحت، یک نفسی تازه، بریم سراغ حرکاتی که هم برای تقویت دست‌ها خوبه، هم یک کشش مناسبه و شما رو شاداب می‌کنه. دست‌ها رو در طرفین بدن خم کنید، دست رو به حالت مشت در بالای سر به حالت خم شده نزدیک می‌کنید. ببین به این صورت. ملاحظه کردید؟ به این صورت یک به حالت اول برمی‌گردید. به عضلات ساعد بازو نگاه کنید چقدر درگیر این تمرینه. خب باز هم دو سه شماره که این حرکت رو انجام دادید، چه خوبه که عضلات تحتانی رو به کار بگیرید. همزمان که دست بالا میره، میریم روی پنجه پا، پاشنه رو روی زمین بلند می‌کنیم. به حالت اول برمیگردیم و دوباره حداقل 8 شماره این تمرین رو انجام میدیم. عرض کردم تقویت مجموعه عضلات بالاتنه، کشش عضلات اسکلتی بدن، تقویت عضلات پا و تقویت عضلات کف پا و پیشگیری از صافی کف پا حاصل این تمرین است که گفتیم 8 شماره انجام میدیم. خب این تمرین رو انجام دادید، یه دستتون استراحت میدید، نفسی تازه به حالت اول برمیگردید. من در برنامه گذشته گفتم طوری حرکات رو میدم، به شما نشون میدیم که بتونید خوب در ذهن خودتون باشید. حالا همزمان که دست رفت بالا، میتونیم زانوهای خودمون رو خم کنیم. نگاه کنیم تا 30 درجه 40 درجه که خم کردیم، آرام به حالت اول که برگشتیم، دوباره این تمرین رو مثل حرکات گذشته 8 شماره انجام میدید. موقعی که خودتون حرکت رو انجام میدید، مطمئنا متوجه میشید چه دسته ای از عضلات درگیره، داره تقویت میشه، داره اصلاح میشه. مجموعه عضلات دست ها و شانه ها، عضلات سینه، عضلات لگن، عضلات چهار سر ران، عضلات پشت ران، ساق پا از خصوصیات این تمرینه. پس با یه اجرای یک حرکت به شکل مناسب و صحیح، مجموعه ای از حرکات رو میشه به کار گرفت. خب اینم تمرین بعدی ما بود که انجام دید. بعد از هر تمرین دست رو شل میکنید. عرض کردم در برنامه گذشته اگر میخواد یک برنامه ورزشی کامل داشته باشید، از حرکات ایستاده آغاز بکنید، بعد سراغ حرکات نشسته برید و بعد از اونم سراغ حرکات دراز کش. حالا روی زمین می نشینیم. چگونه است؟ زیرانداز ما یک فرش میتونه باشه. میتونید یک پتو رو چند لا کنه روی زمین بگذارید. دستامونو به حالت تکیه به پشت میبریم، وزنمون روی دستهای ما قرار گرفته. حالا در اجرای این حرکت چه حرکاتی میتونید انجام بدید؟ امروز ما یک دوتش باز به شما نشون میدیم. در همین فرم و وضعیت یک پا رو به صورت خم شده از زمین بلند کنیم، سعی میکنیم به سینه و شکم خودمون نزدیک کنیم، پنجه به طرف داخل، پاشنه به طرف بیرون. آرام که پا رو روی زمین گذاشتیم، از پای دیگرمون استفاده میکنیم. حتما دقت کردید
ما ابتدا حرکات رو به صورت آهسته آرام به شما نشون میدیم تا بهتر در ذهن شما شکل بگیره و بعد از اون میتونید یواش یواش سرعتش رو افزایش بدید، چرا که با تکرار و تمرین این حرکت رو یاد گرفتید و میتونید با هماهنگی بهتر یواش یواش سرعت اجرای این حرکت رو انجام بدید. ببینید این شماره 4 بود، حالا سرعتش بیشتر میکنیم، 5 روی زمین، شماره 6، شماره 7 و شماره 8 با پای چپ این حرکت به پایان میرسه. خب بعد از اینکه این حرکت رو انجام دادید پنجه دستا رو برگردونید، به این صورت روی زمین بگذارید. حالا چون در این فرم وضعیت هستیم، عضلات دستهای ما از عضلات بسیار مهم و فعاله، میتونیم در همین فرم وضعیت برای تقویت پشت بازمون دستمون رو خم و راست کنیم. ببینید به این صورت خم میکنیم، صاف میکنیم، باز هم به صورت آرام حرکت رو میریم. اگر نگاه بکنید مجموعه از عضلات پشت بازو، سرشونه ها، ساعد در اجرای این حرکت داره تقویت میشه. پس دوست عزیز، به خیلی از ابزار احتیاج نداری، از همون بدن خودت، وزن بدن خودت میتونی کمک بگیری و باعث تقویت بیشتر مجموع عضلات بدن خودت بشید که نقش بسیار مهمی رو در سلامتی همه ما ایفا میکنه. حالا میخوانی حرکت رو ترکیب کنیم، با شماره دست رو خم میکنیم، به حالت اول که برگشتیم مثل حرکت قبل زانو رو به سینه خودمون نزدیک میکنیم. پس حرکت قبلی با حرکت بعدی رو ترکیب کردیم. مطمئنم میتونید با ترکیب این حرکت بیشترین عضلات رو به کار بگیرید، یعنی هم عضلات تحتانی مثل پاها و هم عضلات بالاتنه و خصوصا عضلات پشت بازو رو میتونید به کار بگیرید. به این صورت این تمرین رو میتونید 8 شماره انجام بدید. در برنامه گذشته به شما نشون دادیم که کمی بالا تنه رو بالا آوردیم. حالا ازتون میخوام با توجه که حالا حتما این حرکت رو تکرار کردیم، میتونید حرکت رو به شکل دیگه انجام بدید. پنجه دست رو فقط به زانوهای خم شده خودتون نزدیک بکنید. ببین به این صورت، 1 2، همون ابتدای زانو هم دستتون برسه کافی به نظر میشه. یکی از حرکات درازنشست بسیار مناسبی است که دوستان برای تقویت عضلات شکمی خودشون میتونن انجام بدن. خب ممکن در ابتدا بعضی نتونن این حرکت رو انجام بدن یا کمی بالا بیان، میتونید از یکی از اعضای خانواده کمک بگیرن، مثلا زانوها رو بگیرن این حرکت رو انجام بدن. اینم میشه حرکت بعدی ما. 8 شماره برای اجرای حرکت تقویت بیشتر عضلات شکمی کافی است. تمرین بعدی هم که بازم ترکیبی است، مثل حرکت روزهای گذشته دست رو که زدیم به پنجه پا برگشتیم مرکز رو بالا میاریم. ببینید 1، از فرصت استفاده میکنیم. حالا چون که در این فرم و وضعیت هستیم میتونیم این حرکت رو ترکیب بکنیم. بازم عرض کنم، موقع که می نشینیم باعث تقویت عضلات شکمی خودمون میشیم، برمیگردیم باعث کشش عضلات شکم. امروز هم چند حرکت تقدیم حضورتون شد، فرصت برنامه به پایان رسیده. انشالله امیدوارم تنها بیننده نباشید و این حرکات رو همه روزه انجام بدید. 10 دقیقه ورزش کردن خوبه که ما رو وادار به سلامتی بکنه. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.